اعتصابات از اون جایگاه ابتدایی خودش در قلمرو بیشتری داره پیش میره، آیا این همون انتظاری هستش که اپوزیسیون داخل و خارج مخالف جمهوری اسلامی داره؟ یعنی این همون جایگاهی هستش که میتونه ما رو به پیروزی برسونه و نظام اسلامی رو سرنگون کنه؟ ببینید، مسیری که تا اینجا طی شده در این 80 و اندی مسیری هستش که در بیشتر اتفاقاتی که خیزش های انقلابی رخ دادن تقریبا رخ داده. یعنی از یک سری اعتراضاتی شروع میشه معمولا، که در ایران البته 43 سال است که انواع اعتراضات هست علی رغم کشتارها، سرکوبگریها و جنایاتی که رژیم کرده بر علیه مردم، بر علیه آزادی خواهان، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران جوان ما و خود ماها که به ناچار الان از طریق این تلویزیون ها در جاهای مختلف مجبوریم با هم میهنانمون سخن بگیم. بله. ببینید، مسیری که طی شده خب یک مسیر پیچیده است. بخش بزرگی از مردم باور داشتن به این رژیم و به اسلامی که این رژیم مدعی اون بود. بله. 1400 سال هم این ریشه داشته تا از اذهان مردم بیاد بیرون. ببینید چه کار گزافی میبره، کار حقیقتا. حالا با این رسانه ها، با این اینترنت و اینکه خود مردم هم با یه حکومت اسلامی روبرو شدن که این رژیم عملا تمام چیزهایی رو که بیان میکنه ضدش رو عمل کرده در این 43 سال. بله. یعنی تمام قدرت در دست اسلامیست ها بوده و تقریبا تمام کارهایی کردن مخالف اون چیزایی بود که برای فریبکاری، ریاکاری و دروغگویی به مردم میگفتن. بله. خب حالا این 1400 سال در عرض این 43 سال بایستی باهاش تسویه حساب بشه. مسلم. یعنی که کار بسیار سخته. یعنی گذار و عبور از رژیم اسلامی، فقط گذار از حکومتی که به نام جمهوری اسلامی غالب به ما شده یا غالب به ما کردن نیست. مسلم. این یک پروژه بزرگی است که مردم ایران، اکثریت مردم ایران، نه اون کسایی که حالا باسوادن، روشن فکرن، دانشگاه رفتن، خانواده های سیاسی بودن، افراد آگاه تری بودن به نسبت خورد محیط های رشد زندگی و امکانات آگاهی بخش، برخی افراد یه اقلیتی خب همیشه متفاوت بودن. درست. اکثریت جامعه که دنبال روی خمینی شدند و عکس خمینی رو با تبلیغ بی بی سی و امثال هم در 57 ماه دیدند، خب اینا واقعا تبدیل شدن به نیروهای اسلامیست و تبدیل شدن به عوامل سرکوب مردم، تبدیل شدن به شکنجهگر، تبدیل شدن به آدمکش، تیر خلاص زن، و با اون فرهنگ خشن اسلامی که در شاید بیشتر از 700 تا آیه خشن انواع کشتار و سرکوب و تازیانه زدن و تجاوز و فشار به انسان آوردن به خاطر اینکه مسلمان نشدند و اسلام رو نپذیرفتند، این فرهنگ این جوامع خاورمیانه‌ای و متاسفانه بخش عظیم از مردم ایران شد. و اینکه امسال هم که تمام جامعه با یک هیولای گرانی وحشتناک دلار 35-36 هزار تومانی روبرو شدن که از اینم رژیم گویا که میخواد بدتر کنه. حالاست که این قیام آمد به میدون، اعتراضا آمد بالاتر، زن زندگی آزادی شد سمبل قیام زنان، به خصوص یک دختر کرد مهسا ژینای عزیز که اون پروژه تفرقه افکنانه رژیم خونسا کرد. مردم از کردستان پشتیبانی کردن، کردستان گفت جانم فدای ایران، زاهدان آمد به میدان، بلوچستان آمد به میدان، آذربایجان، تبریز آمد به میدان، خوزستان، اهواز آمد، و یک دفعه کار به جای رسید. رژیم دید با تمام مردم در سراسر ایران درگیر شد. از مرحله اعتراض سمبولیک که حالا حجاب، زن، زندگی، آزادی، رسید به کار و نان و مسکن و آبادی، رسید به اینکه گرانی وحشتناک، رسید به قضیه سهام، رسید به اینکه بیکاران، گرسنگان، کارگری که دارن کار میکنن، و سمبولهای زنانه مثل همین تصویر زیبا که جهانی کرد این فریاد. و یعنی برای اولین بار در این قیام بزرگ که اون همه مبناهای
حقوقی داره، مبناهای بی‌عدالتی داره، مبناهای کشتار داره، مبناهای سرکوبگری داره، پایمال کردن حقوق انسانی نه فقط زنان، مردان هم در کنار اون داشت. با این سمبول‌های مثل موچیدن، با این سمبول‌های مثل جنجیان آزادی، تمام مردم کرد منطقه در حتی سوریه که فیلمش اومد همین یکی دو روز پیش بیرون، در ترکیه، در آذربایجان و در عراق، همه پیوستن به این جنبش. در افغانستان جنبش همبستگی زنان افغانستان پیوست. مجموعه این اتفاقات کار رسوند که بخش بزرگی از کاسبان که از کردستان شروع کردن، مرحله اعتصاب ها رو پا گذاشتن توش، اعتراضات در کنارش، اعتصابات، نه اینکه اعتراضات تمام شه، اعتصابات شد با هم به اصطلاح تداوم پیدا میکنه. این ادامه کار، گسترش کار، بالا از اعتصابات کاسبکارا، بازاری ها و مغازداران که از این چهار در آبان هم اگه یادمون باشه به یاد آبان خونین همین حرکت بزرگو کردن، رسیدیم به این آذر دلاورانه 16 آذر که روز دانشجو است و از مثلا دهه های قبل، از دهه سال 1332-33 به بعد، دانشجویان در 16 آذر برای دادخواهی، انسانیت، ضد استعمار و استثمار و برای دفاع حقوق مردم و حقوق خودشون آمدن. حالا این سه روزی هم که اعلام شده طرف جوانان محلات و بقیه نیروهای مبارز از تلویزیون ها، از طریق خود بچه هایی که در داخل ایران، جوان ها، دخترها، زن ها، کارگرها و بخشی از همین کاسبکاران که اونا هم زندگیشون داره متلاشی میشه با این تورم وحشتناک رو جگه مردم خرید میتونن کنن، مسلمه. همین رو هم پیوند خود این اعتصاب آورد، ولی خود این اعتصابات تازه باید بره تو اعتصابات نفت، گاز، پتروشیمی، بخش حمل و نقل مسافری، حمل و نقل کالایی و بسیاری از جاها متوقف شده، ولی هنوز در بسیاری از جاها متوقف نشده، مخصوصا قسمت نفت و گاز و پتروشیمی و حمل و نقل که اگر کامل بشود دیگه رژیم رو متوقف کنه.